داستان عاشقانه ای که پشت این هست چیه؟ اون داستان طولانی خواهد بود اگه زیاد بخوام، نمیدونم یه تیکایی هم داریم باز. بله بله، این داستان اصلش بنا شده روی داستانی درباره دختری که من در ایران میشناختم به نام همیرا آشتیانی. شما در واقع خودت به عنوان نویسنده در واقع واقعا یه همچین اتفاقی افتاده؟ بله بله، داستان این بود، سعی میکنم سریع شرح بدم. بفرم. من در بوشهر کار میکردم، پایگاه نیروی هوایی بوشهر رو درست میکردیم به عنوان مهندس، شرکت ساختمانی تسا که متعلق بود به جناب عبدالمجید اعلم. بله. اون زمان بله. پایگاه بوشهر رو درست میکردن و من رفته بودم بین تحصیلم یک سال اونجا کار بکنم و پدرم یک ساختمانی داشتن بغل تالار رودکی. بله. که اینو اجاره داده بودن به تالار رودکی و خب واسه شون تیکت افتخاری میومد. فرانک سیناترا آمد به تهران. بله، خوب یادم. و در تالار رودکی جلوی اولیا حضرت برنامه شد. حالا من به پدرم گفتم اون تیکت رو بده به من، چون من عاشق فرانک سیناترام. بله. از بوشهر پرواز کردم آمدم تهران و بلیط رو گرفتم. تاکسی توم نداشتم، یه جایی پیدا کردم، یه تنگ یا تنگ بود به من، ولی رفتم. حالا اون موقع 22 سالم بود. موهام هم این رنگی نبود. نه ماشاءالله ما تو رنگای قشنگی کردی بالاخره. نه این موها این رنگی شد که رنگ این کت سفید باشه. آخه در ذهن مردم میگن این همیشه چرا با این کت سفیده همونجا. آره. حالا من امشب واسه شما سازم. آره. این کت رو همیرا آشتیانی سال فوریه 8 سال 1977 که تولد من بود واسم خرید. عجب، عجب. و از تنم در نیامده، مثل نو نگرش داشتن. باریکلا باریکلا. 1977 یعنی یک سال قبل از انقلاب. بله، یکی دو سال قبل. بله بله درسته. و در هر صورت من رفتم. درست که من از امریکا دارم برمیگردم ایران، باورت میشه؟ یعنی من فلوریدا درسم تموم شده بود، 76 داشتم برمیگشتم ایران که اومدیم و اتفاق افتاد برای جفتمون. اتفاق افتاد جالبه. در هر صورت من رفتم به تالار رودکی تنهایی. اتفاقا تالار رودکی به خاطر دارید رویال بالکونی بود. بعد بالکونی های کوچکتر بود. تصادفاً من بالکونی که توش نشستم شاید فاصله من با شهبانو 10 متر بود. خب این مشکوک به نظر می رسید، یه جوون کیه قیافه‌شو نمی‌شناسم. خب فوری من متوجه شدم یکی از زیباترین زنهایی که در عمرم دیدم یه نشست بغل دست من. کیفشو نگاه کردم، چون کیفی که خانم‌هایی که به اون جور ایونت میرن یه کیف کوچیک دست میگیرن، مال این یکم شاید 3 برابر بود و من میدونستم اصلاحی هم توشه. این مأمور ساباکه. اینطوری احساس کردیشون؟ حس کردم که بعدها حقیقت در اومد و خودشو معرفی کرد به لیلا، که بعدها اینم معلوم شد لیلا کد نیم بود، اسمش بود همیرا آشتیانی. کوتاه کنم داستان رو، این با من صحبت کرد الان تو داستان شما هم تو قصه ای که الان ما امریکایی داریم ببینیم ایشون لیلا آشتیانی خواهد بود. بله، توی این فیلم همون اسمه. این تنها کرکتر، نه تنها تنها، یکی از کرکترهاییه که توی فیلم که حقیقیه. داره درست. یعنی داستان فیلم درباره من نیست، یعنی این شما نیستید، این رومیو من نیستم. رومیو یک جوان آمریکایی، جورنالیست آمریکایی به نام بنجامین آیدل بود که اون کاراکتر فیکشنه. درسته. و شما در واقع یه داکیو دراما درست کردید. بله، اتفاقا من آدم بدم توش. بله، من قصاب اوینم. قصاب اوین. ولی داستان همیرا رو بگم، خلاصه این با من کلی صحبت کرد و اینا، خیالش راحت شد که من آدم درستیم. اینا پاشو دست و صندلی رفت. حالا منم یه جوون 22 ساله زن زیبایی رو دیدی شوخی هم نداره؟ نه اصلا میدونید اون ادبی که میبایست یاد داشته باشم نداشتم. خب اولین بار بود جایی که شهبانوی مملکت حسن و خودش یه حالتی بود. بله، و عمل زشتیه که یکی از روی صندلیش پاشه جایی که
شهبانو نشستن و سیناترا داره میخونه، یعنی دیگه از این بزرگتر چیه؟ ملکه یه کشور و کینگ سهره سیناترا میخونه، من دیگه صدای سیناترا تو گوشم نمیشنویدم. داشت میخون آهنگ مای وی رو میخون. بهتری زیباتری کارش من نمیشنویدم. من هم از تو صندلیم پاشم دنبال هومر. شما عاشق رد پک بودی به این ترتیب؟ نه، این دختر اصلا یک تلسمی بود. مجسم کنید یه جیمز باند مرد زن. آره. یک جیمز باند زن. من دنبالش هم توندم میرفت. اینو تالا رودکی اگه به خاطر داشته باشید، پله های بزرگی بود. من وسط پله به ایشون رسیدم. وسط پله از داستان ما از وسط پله بزرگ داستان رودکی شروع میشه. عجب.